سهيل بگو. سلام بایی بوده خوبی عزیزم، خسته نباشی. سوالم این بود، این فلز سودیوم و کجا سودیوم بود فکر کنم درسته که در اثر واکنش پذیریش با بالا بودش آتیش بله بوده. بله آقا این فلز رو کجا میفروشن؟ معمولا فلزات این چنینی رو فروشنده ها حق ندارند که به، حالا مثلا بچه هایی که سنشون پایین تره اینا بفروشن، اما بالاخره لوازم آزمایشگاهی هایی که در سطح شهر هست اگر داشته باشند، چون الان فلزات قلیایی متاسفانه جزء لیستای تحریمه و خیلی کم وارد کشور میشه. بعدش آقا یعنی میشه گفت آلمینیوم هم یه نوع همین فلز قوی هسته؟ خیر، آقا شما خودتون باید بدونید، آرایش الکترونیشو بکش، از روی الکتروناش میتونی بفهمید. همین بود سوالم. خواهش میکنم. آقا این جلسه تست داریم دیگه؟ حتما. بله من زنده باش. دوستان در مورد طریقه پیدا کردن گروه و دوره دوباره پرسیدن، اینو نمیدونم چند بار باید بگیم. گفتیم آرایش الکترونی اتم مورد نظر رو که بهت دادن رسم میکنی، مدار آخرش هر چند تا بود میشه شماره یه گروه، تعداد لایه‌هاش هر چند تا بود میشه شماره دوره. این طریقه پیدا کردن مکان عناصر اصلی، نه فرعی، عناصر اصلی در جدوله. مثلا همین آلمینیومی که گفتید، آلمینیوم عدد اتمیش 13 است. 13 مدار اول دوتا، بعدی 8 تا، مدار آخر 3 تا. مدار آخر گفتیم اگر سه تا شد میشد نافلز ضعیف. البته بچه ها، آلمینیوم بازم نسبت به خیلی های دیگر باز واکنش پذیریش نسبتاً بد نیست، اما از نظر تعداد الکترون مدار آخر اینجوری حساب میشه، قطعاً واکنش پذیریش کمتر از فلزاتی است که مدار آخر یک دارند، قطعاً واکنش پذیریش کمتر از فلزاتی است که مدار آخر دو دارند. خب اینم از این. حالا دوستان بریم سراغ سوالی که مطرح خواهیم کرد.
خب دوستان آماده باشن؟ طبق معمول تأکید میکنیم دوستان شما فقط یک بار میتونی پیام بفرستی. خواهشی که ازتون داریم همینه. عجله نکنید که پاسخ ناقص بفرستید، بعد مجبور بشید یه پاسخ دیگه دوباره بفرستید، دوباره بفرستید، دوباره بفرستید. شما یک بار میتونید پیام بدید، پس عجله نمی کنید. برای این سوال به خصوص، برای این سوالی که الان برای شما در نظر گرفتم، پیشنهاد می کنم دوستان روی باطله بنویسینش، روی کاغذ بنویسینش، خوشگل در موردش فکر کنین، جوابی که پیدا شد رو با توضیح کامل و کافی تایپ بفرمایید. آماده باشن دوستان؟ خوب دقت کنید، یه بار میخونم. محلول فلز یک، یعنی یه محلول فلزی داریم، را با قاشقی از فلز دو نمیتوان هم زد، اما آن را میتوان در ظرفی از فلز سه، اونجا فلز سه هست، درستش کنم؟ فلز سه نگهداری نمود. خب حالا با توجه به این جمله ای که خدمت شما عرض شده، میخواین بگین واکنش پذیری ای فلزات نسبت به هم چطوره؟ مثلا بگی فلز یک واکنش پذیریش بیشتر از دو، بیشتر از سه، بعد بگی چرا. یه نکته رو دقت کنید، یه نکته دقت کنید، سوالتون خراب نشه نمره از دست بدید. بچه ها نگاه کنید، عددها رو من با حروف نوشتم، یک عددی، دو عددی، سه عددی ننوشتم. شما هم در پاسخهاتون از خود عدد استفاده نمی کنید، با حروف می نویسید. اینجا اصلا صحبتی از الکترون مدار آخر شده. چی میگین برای خودتون؟ ضمناً قرار نیست سوال بپرسین، شما فقط باید پاسخ بدین. آیا اینجا اصلا صحبت از الکترون مدار آخر شده؟ چیزی گفتین؟ محلول فلز یک یعنی یه فلزی، قاشقی از فلز دو یعنی یه فلزی دیگه. عجب، شروع بفرمایید فکر کنید در موردش. باید در حال تایپ پاسخ باشید، 10 ثانیه فرصت دارید. وقت در حال تمام شدنه، 5 4 3 2 1 تمام. اینتر رو بزن، بسته شد. خوب توجه کنید بچه ها سوال رو، لطفاً دقت کنید. گفته محلول فلز یک با قاشقی از جنس دو، یعنی قاشقی از فلز دو نمیتونیم همش بزنیم،
اما محلول فلز یک رو می توان در ظرف فلز دو، فلز سه نگهداری کرد. خب بچه ها خوب دقت کنید، یکی از اینا محلول فلزی است. آخه من دیدم بعضی از بچه ها دارن میگن آقا فلزات با هم واکنش نمیدن. بله فلزات با هم واکنش نمیدن، اما اینجا محلول فلزی داریم. مثل چی؟ از مثال هایی که در فیلم های قبل گفته بودیم، مثل وقتی که یه لیوان پر از محلول مس سولفات داشته باشیم، به این میگن محلول فلزی، مثلا CuSO4 مس سولفات. حالا بچه ها یادتون هست که اگر یه دونه میخ آهنی داخلش مینداختیم، آهن Fe، این الان خود فلزه Fe، چون واکنش پذیری آهن بیشتر از مس است. یادتون هست که اتم های آهن از این میان بیرون، جای مس رو میگیرن، مس میاد روی ظرف، روی میخ رسوب میکنه. هم تو علوم هشتم داشتینش، هم امسال هم گفتیمش. آهن چون واکنش پذیریش از مس بیشتره، میتونه بره جای مس رو بگیره. حالا بچه ها به جایی که بگیم میخ آهنی، گفتیم میخوایم به کمک یه قاشق، با یه قاشق آهنی نمیتونیم این محلول رو هم بزنیم. اگر قاشق آهنی رو وارد محلول مس سولفات کنیم، واکنش خواهد داد، تبدیل میشه به ماده دیگر، آهنش، اتم آهنش میاد بیرون، اتم مس میره میشینه جاش. دقت کنید، اتم آهن نابود نمیشه، اتم آهن میاد بیرون، به جاش مس میره میشینه. پس یعنی بچه ها میتونیم شبیه سازیش کنیم، بگیم محلول فلز یکمون مثلا مس سولفاته، قاشق فلز دومون آهنه. اگر با قاشق آهنی داخل محلول مس سولفات بذاریم، قاشق آهنیمون دچار واکنش شیمیایی میشه، نمیشه همه زد، قاشق آهنی خراب میشه. پس الان اینجا میفهمیم که فلز دو واکنش پذیریش بیشتر از یکه. حالا قسمت بعد سوال،
قسمت بعدی سوال در واقع بچه ها گفته فرض کنیم یه فلز دیگری رو بیاریم اینجا بندازیم تو این محلول، یا ظرفمون از یه فلز دیگری باشه و این محلول مسولفات را می توان در ظرف سه نگه داشت. یعنی چی؟ یعنی محلول مسولفات با فلز سه دیگه واکنش نمیده، یعنی واکنش پذیری فلز سه کمتر از فلز یکه. مثلا نقره، مثلا طلا. اگر ظرف ما طلا باشد محلول مسولفات را بریزیم داخلش، هیچ اتفاقی برای طلا نمی افتد. چون واکنش پذیری طلا کمتر از واکنش پذیری اون مس است. پس اینجوری میشه فلز سه باید واکنش پذیریش از یک کمتر باشه. پس اینجوری شد فلز دو واکنش پذیریش بیشتر از یک، یک بیشتر از دو. این سوال رو چرا مطرح کردن؟ برای اینکه بچه ها با این مدل سوالات مفهومی آشنا بشید. ببینید سوال خارج از کتاب نیست به هیچ عنوان، دقیقا مرتبط با تدریسی است که انجام شده، دقیقا مرتبط با یادگیری است که انجام شده. حالا بچه ها اینجا لازم هست توضیحاتی رو خدمت عزیزای دلم بدم. همه حواس جمع لطفاً. ببینید بچه ها سال آینده همین امروز نتایج آزمون تیزهوشان شما اعلام شده، نتایج دبیرستان آیت الله مدنی اعلام شده، نتایج نمونه دولتی اعلام شد. حالا امسال به خاطر کرونا یه مقداری تأخیرهایی بود، دیروز نتایج تیزهوشان اعلام شد. بچه های نهمی که پارسال مثل شما بودن، پارسال تو کلاس های تابستونی همین حرفا رو من براشون زده بودم، اونایی که پارسال وقتی من همین حرفا رو براشون زدم چشماشون باز شد، احساس مسئولیت کردن و شروع کردن وقت گذاشتن، خدا رو شکر امسال همشون قبول شدن. الان موبایل من پر از پیام های عزیزای دل پارساله، همون کسایی که به جای شما سر همین کلاس ها بودن که پیام فرستادن آقا قبول شدیم با چه خوشحالی. بچه ها یک لحظه خودتون رو تصور کنید که سال آینده است، نتایج آزمون هاتون اومده، اوناییتون که قبول شدین حس کنین چقدر خوشحالین. آینده خودتو ساختی و خدای نکرده اون عزیزانی که نمیتونن وارد این دبیرستان های خوب بشن، آیت الله مدنی، نمونه دولتی، تیزهوشان، فکر کنید الان چقدر حالتون گرفته است. بچه ها خواهش ما از شما همینه، نذارید وقتاتون از بین بره، تلاش و پشتکار رو فراموش نکنید. دقیقاً تمام مواردی که ما به بچه های پارسال گفتیم الان تو پیاماشو میگن آقا دیدی همه اونا واقعیت شد، تمام نکاتی که توی کلاسامون براشون گفته بودیم توی آزمونا اومد،
بچه هایی که با دقت و زیرکی رفته بودن نکته هایی که ما تاکید کرده بودیم رو حسابی کار کرده بودن، الان سربلند و خوشحالند. حالا بچه ها هر وقت خواستید خدایی نکرده تنبلی کنید، درسی رو بذارید آقا شنبه میخونمش، حالا پس فردا میخونمش، حالا فیلم تدریسه رو ندیدم اب نداره 2 روز دیگه میبینمش. هر وقت خواستید یه چنین در واقع بهانه هایی برای خودتان بتراشید، به این صحبت های من گوش کنید. بچه ها شما همتون بهترین دبیرستان ها قبول بشین، هیچ در واقع از نظر قانونی و از نظر اینجور چیزا ربطی به ما نداره، هیچ کدومتون هم قبول نشین باز ربطی نداره، اما وجدان ما اینو قبول نمیکنه که. آرزوی ما اینه که شما همه موفق باشید. بزرگترین هدیه، بزرگترین کادویی که میشه به خانوادتون، پدر مادرتون در درجه اول و بعد به معلماتون بدین اینه که نتیجه تلاش هاتون موفقیت باشه. الان این خبر قبولی بچه ها که داره به من میرسه، اصلا نمیدونید چقدر خوشحالم. هیچ چیز دیگری منو اینقدر خوشحال نمیکنه. آرزو میکنم این صحبت ها رو نگیرین از این گوش بگیرین از اون گوش در کنین، اینا بشه تجربه براتون، بدانید چه جوری باید درستون رو بخونید، وقتاتون رو از همین حالا نگید تابستونه ها، نه درس شما شروع شده، از همین حالا وقتاتون رو مراقبش باشین که انشاءالله سالی دیگه همین موقع شما عزیزای دلم همتون در دبیرستان مورد نظرتون انشاءالله وارد شده باشین و قبول شده باشین. بچه ها سوالاتی که در آزمون ها میاد این مدلی است، بیشترش این مدلیه. حالا دوستان برای اینکه بپردازیم به پاسخهایی که دوستانمون دادن، امیر حسین ترکاشفند اولین پاسخ: اگر ما فلز 1 را با فلز 3 ترکیب کنیم، بچه ها فلزا با هم ترکیب نمیشن. امیر حسین خیلی بیدقتی کردی. من لیست رو بیارم. شما گفتی فلز 1 را با فلز 3 ترکیب کنیم فلز 2 به وجود میاد. اصلا کلن کل قانون پایستگی و نمیدونم اصول شیمی و فیزیک و همه رو به هم ریختی. عناصر به وجود نمیان، نابود هم نمیشن. بقیه پاسختونم نه، متاسفانه امیر بیدقتیت خیلی زیاد بوده. پاسخ بعدی رو مهدی احمدی فرستاده: فلز 2 بزرگتر از فلز 1
و فلز سه کوچکتر از فلز یک. البته کلمه بزرگتر و کوچکتر مهدی جان درست نیست، اما منظور رو رسوندی برای من، چون در ادامش خودت گفتی فلز یک واکنش پذیریش از فلز دو بالاتره. ببینم، نه توی توضیحت خراب کردی، اولش گفتی فلز دو بزرگتر از فلز یک، یعنی قسمت اول پاسخ درسته. بعدش که رفتی سراغ واکنش پذیری خواستی بهترش کنی، دیگه خرابش کردی. واکنش پذیری فلز دو بذار ببینم چی، خیلی سخت نوشتی. واکنش پذیری فلز دو بسیار بالاست. تا اینجا قبول؟ نمیتوان با فلز یک در تماس گذاشت. اینم خوبه. پذیرفته میشه پاسخت. مهدی خوب بود. حالا یه ذره بزرگتر کوچکترت ایراد داشت صرف نظر میشه، چون پاسخ قشنگی بود. محمد حسین میهنی پاسخ بعدی رو فرستاده و همونو گفته، گفته فلزات اصلا با هم واکنش نمیدن. بله، ولی ما اینجا فقط فلز خالی نداشتیم، محلول فلز داشتیم با فلز. محلول فلز با فلز واکنش میدهد. به این دقت نکرده بودی محمد حسین. امیر محمد بهجامه گفته که واکنش پذیری فلز دو بیشتر از فلز سه و یک است. این درسته، چون محلول در فلز یک و سه قابل نگهداری است. چون محلول در فلز یک تنها ایرادی که داری امیر محمد اینه که باید دوتا فلز یک و سه هم نسبت به هم میگفتی. شما الان واکنش پذیری دو رو درست گفتی، بیشتر از سه و یکه، ولی سه و یک نسبت به هم چطورن؟ اینو فقط نگفتی، بقیهش خوبه. چرا اسمت نیست بهجامه؟ پاسخ بعدی محمد پارسا الوانی، واکنش پذیری فلز یک بسیار بالا، فلز دو و سه بسیار ضعیف. اشتباست پارسا، بیدقتی کردی. فلز دو از همه بالاتره. شما نوشتی فلز یک بسیار بالا، فلز دو و سه بسیار ضعیف. نه خیر، سوال رو فهمیدی چه خبره، ولی در تفسیرش بیدقتی کردی.
امیر مهدی، ایرتیان، فلز یک مانند فلز قلیایی واکنش پذیری زیادی دارد. خیر. خیر. حواست به محلوله نبوده امیر. حواست به اون که گفته محلول نبوده ها. اشکان، پاسخ بعدی. فلز یک واکنش پذیریش نسبت به دو ضعیف است. تا اینجا درسته؟ فلز یک و فلز دو نسبت به فلز سه واکنش پذیری ضعیفی دارن. اینجاش غلطه. اتفاقا دو و یک واکنش پذیریشون از سه بیشتره. نصف و نصف جواب دادی اشکان. پاسخ بعد مهبود مشتاق. گفته بودیم عدد تایپ نکنید. الان مهبود عدد تایپ کرده، جملهش کامل ایوروور شده. چرا گوش ندادی مهبود؟ فقط قسمتی که گفتی دو از همه واکنش پذیرتر است درسته، بقیهش دیگه توضیحی ندادی. پاسخ بعد امیر حسین امرایی. امیر حسین، این مبحث واکنش پذیری رو پیشنهاد میکنم بیشتر بخونی. روی چنین سوالاتی بیشتر باید کار کنی. واکنش پذیری برای هر فلز مقدار مشخصی داره. شما نمیتونی بگی فلز یک و فلز سه واکنش پذیری یکسانی دارند. اولا ندارن. هیچ وقت واکنش پذیری دو تا فلز برابر نیست. بعد دوباره گفتی فلز یک و سه با هم با فلز دو واکنش پذیری یکسانی ندارن. واکنش پذیری مختص هر فلز جدا. ما نمیگیم واکنش پذیری یک و سه ضعیف است. غلط این. واکنش پذیری فلز یک و فلز سه ضعیف است. خوی غلطه. واکنش پذیری هر فلز برای خودشه. اینه که میگم واکنش پذیری رو خوب متوجه نشدی. اگرم خواستی مقایسه کنی باید بگی واکنش پذیری فلز یک بیشتر از فلز دو، کمتر از فلز دو. نه اینکه بگی فلز یک و دو واکنش پذیری زیادی با هم دارند. این اشکال ها انشالله به مرور هی برطرف میشه. پاسخ بعدی متین.
متاسفانه پاسخ درست نیست متین. شما به کلمه محلول بیدقتی کردی. سهیل، محلول یک و دو، در حالی که ما یه محلول داریم. ما فقط فلز یکمون به حالت محلول است، فلز دومون به صورت فلز محلول نیست. بعد دوباره شما اومدی فلزات رو نسبت به هم واکنش پذیری گفتی. محلول یک و دو نسبت به هم واکنش پذیری قوی دارن. بچه ها یه لحظه خوب دقت کنن. ببینی کلمه واکنش پذیری با اینکه شما بخواید بگید فلز یک و دو با هم واکنش خوب میدهند فرق میکنه. شما این دوتا رو با هم قاطی کردید چند تاتون. واکنش پذیری کلمه است که برای یک فلز به کار میره. میگیم فلز یک واکنش پذیری زیاد دارد. اگرم خواستید نسبت به فلز دیگر بگید، میگید واکنش پذیری فلز یک بیشتر از فلز دو است. نه اینکه بگیم فلز یک و دو واکنش پذیری دارند. این کلن غلطه. اگر میخوای بگین یک و دو با هم، مثلا فرض کنید یک و دو با هم واکنش دادن، میگیم ماده یک و دو با هم خوب واکنش میدهند. با هم خوب واکنش میدهند با کلمه واکنش پذیری کلن متفاوته. اینو لطفا دقت کنید. خب این سهیل بود. فربود کیامنش، فلز یک نسبت به فلز دو واکنش پذیر است که غلطه، باید میگفتی واکنش پذیریش کمتر است. توی بحث واکنش پذیری خیلی ایراد داریم بچه ها. نیکان بختیاری پاسخ بعد، فلز یک با فلز دو نسبت به هم واکنش پذیری قوی دارن. اینم باز همون اشتباهی رو که بقیه کردن. پاسخ بعد نیما زارعی، که درست نیست. محمد مهدی عظیمی پاسخ بعد. یک بهتر از سه، خوبه. گفتی واکنش پذیری فلز یک بیشتر از سه، اینجوری کاملا درسته. اما در مورد دو و یک دیگه چیزی نگفتی، در واقع نصف جواب دادی.
یاسین فرخی، واکنش پذیری ها رو خیلی خوب گفتی یاسین، خیلی خوب گفتی. فلز یک واکنش پذیری نسبتاً زیاد، فلز دو واکنش پذیری زیاد، فلز سه واکنش پذیری کم. منتها چراشو دیگه نگفتی، در مورد چرایی چیزی نگفتی، ولی واکنش پذیری رو عالی فهمیدی، عالی. محمد مهدی فصولی، فلز یک واکنش پذیری بیشتری نسبت به فلز سه دارد، بسیار درسته، اما کامل نیست. امیر محمد کاشی، محلول فلز یک نسبت به فلز دو قوی است، کاملا از نظر علمی غلط. آخرین پاسخ عواطفی، عواطفی مبین، فلز یک قوی، فلز دو متوسط، فلز سه ضعیف. اولا کلمه متوسط گفته بودیم به کار نبرید، قوی نسبتاً قوی و ضعیف. یه قسمت از پاسخت که فهمیدی فلز سه از همه واکنش پذیریش کمتره قابل در واقع پذیرش است، ولی بقیهش خیر. دوستان یه دونه نمونه سوال مفهومی داده بودم، خوب دقت کنید دوستان. سوالاتی که تا حالا دو سه تا سوالی که قبلا داده بودم خدمتتون، سوالاتی بود که فقط حفظ کردنی بود. دانش آموزانی که عالی حفظ کرده بودند خیلی نمرهای خوبی گرفتند، اما این سوال مفهومی بود، درک کردنی بود، کاربردی بود. و دیدیم بسیاری از عزیزانی که سوالات حفظی رو قشنگ جواب میدادن این تو موندن. بچه ها آزمون های ورودی اغلب سوالاتش این شکلی است. این سوال رو کلن به این دلیل دادم که بدانید حفظ کردنی با مفهومی چقدر متفاوته. وقتمون تموم شده، خسته نباشید. اگر کسی کاری داره سریع میتونه یا تو قسمت چت بگه یا میکروفونشو فعال کنم. خدا نگهدار، بقیه میتونن خارج بشن. بفرمایید مهدی جان. استاد من یه چیزی خواستم در مورد اون فیلم تجسس که شما یک آزمایش انجام دادید با فلز منگزی، من خواستم ببینم که چه بلایی سر این فلز میاد که منجر به سوختنش میشه و نور زیادی تولید میکنه. سوختن، خودت داری میگی سوختن؟ وقتی چیزی میسوزد نور تولید میکنه. حالا سوختن ها متفاوته، انرژی که انرژی شیمیایی که در بین اتم ها وجود داره با هم فرق میکنه. در یکی سوختنش نور سفید میده، در یکی نور زرد میده. اکسید شدنه. تمام، خسته نباشید، خدا نگهدار. فعلا کتاب کمک درسی عرض کردم خدمتتون، فعلا چیزی ما نمیگیم، فعلا نیاز نداریم.
شما خود مفاهیمی رو که میگیم درست بفهمید کفایت میکنه. سلام آقا. درود، بفرمایید. آقا ما دو تا سوال داشتیم. آقا مال ما افتادیم بیرون، کلا غلط بود دیگه. سهیل، بذار پیدات کنم. سهیل، فکر میکنم آره پاسخت خیلی ردیف نبود، ولی بازم اسمتو پیدا کنم. چون لپتاپم نگاه خاموش شد. آره، چندان پاسخت خوب نبود. آقا بعدش یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که میشه الان مثلا یه نمونه سوال دیگه بدیم ما یادداشت کنیم بریم تمرینش کنیم؟ تمرین رو که یک باید خودتون انجام بدین، دو همین سواله رو ببر به عنوان تمرین انجام بده، سه الان وقت نداریم. آقا مثلا سایتی هستش که اینطور سوالاتی داده باشه ما حل کنیم؟ آره پنی، شما برید سوالات آزمون های ورودی رو سرچ کنید، کلی سوال بهتون میده. بچه ها ببخشید، وقت کلاس جناب سلطانیان رو داریم میگیریم. خدا نگهدار، وقت خوش.